در خط اخبار، رئیسی در اوگاندا به همجنسگرایی حمله کرد. علیه فطرت انسان همجنسگرایی. در آرایشگاه زنانه در کابل چه می گذرد؟ و دو عاشق افغانستانی در ایران به هم رسیدند. سلام و وقتتان بخیر. به این سرویس خبری از کانال نیکس وان پلاس خوش آمدید. مشروع اخبار. نحوه استقبال از ابراهیم رئیسی با موسیقی و رقص بومی اوگاندا در فرودگاه این کشور توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به خود جلب کرده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران همجنسگری را یک پدیده زشت خوانده و از کشورهای غربی برای هجمه به بنیان خانواده انتقاد کرده است. آقای رئیسی این صحبت‌ها را در جریان سفر آفریقایی خود و در اوگاندا بیان کرده است. او گفته است کشورهای غربی با هجمه به بنیان خانواده، ترویج پدیده زشت همجنسگرایی، رواج افراطی‌گری و تروریسم پروری و استفاده ابزاری از حقوق بشر کشورهای مستقل را تحت فشار می‌گذارند. ابراهیم رئیسی خواهان آن شده است که ایران و اوگاندا برای مقابله با چنین فشارهایی با یکدیگر همکاری کنند. در اوگاندا مانند ایران همجنسگرایی جرم تلقی می‌شود و می‌تواند حبس ابد به دنبال داشته باشد. رهبران اوگاندا در ماه‌های اخیر برای یک قانون جدید ضد همجنسگرایان مورد انتقاد سازمان ملل فعالان حقوق بشری و برخی رهبران غربی بودند. آقای رئیسی در جلسه‌ای که با حضور چند رهبر مذهبی اوگاندا برگزار شده گفته است امروز نهاد خانواده با ترویج همجنسگرایی که یکی از زشت‌ترین انحراف‌ها و مورد نفرت همه ادیان الهی ابراهیمی بوده مورد تهدید قرار گرفته، در حالی که توجه به خانواده و تشکیل آن از نقاط مشترک میان ادیان ابراهیمی است. ما نگاه های مشترکی داریم به اصالت فرهنگی و تشکیل خانواده معتقدیم و اون چه که امروز غرب داره دنبال میکنه و هجمه سنگینی به طرف فرهنگ ملت ها داره برای گسترش همجنسگرایی که نتیجهش آن است که نسل انسان قطع بشه و علیه فطرت انسان همجنسگرایی. امروز میخواد با گسترش این فرهنگ خانواده رو و تشکیل خانواده رو و فرهنگ ملت‌ها رو مورد هجوم قرار بده. در این جهت هم ما میتونیم در کنار هم باشیم و در مقابل این فرهنگ غربی ایستادگی کنیم برای اصالت و تشکیل خانواده و اجازه ندیم گسترش همجنسگرایی و فرهنگ این فرهنگ مبتذل که اونها تبلیغ میکنن به عنوان شاخص تمدن برای کشورها که این زشت‌ترین کارها و بدترین کارها و اخلاق ناپسند رو به عنوان شاخص تمدن ازش یاد میکنن، همکاری ما میتونه این هجوم بیرحمانه فرهنگ غربی رو جلوگیری بکنه. آنطور که در وبسایت ریاست جمهوری ایران آمده، آقای رئیسی در اشاره به همجنسگرایی از عبارت همجنسگرایی استفاده کرده است. معمولا رهبران جمهوری اسلامی از عبارتهای توهین‌آمیز استفاده می کنند. پیش از ابراهیم رئیسی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق در جریان سفری به آمریکا با استفاده از عبارتی توهین‌آمیز منکر وجود همجنسگرایان در ایران شد. آقای رئیسی در حالی قدرت‌های غربی را به ترویج همجنسگرایی متهم کرده است که شواهد تاریخی حاکی از وجود رفتار همجنسگرایانه در سراسر جهان و حتی دوباره دوران تمدن‌های باستان است. علاوه بر این، در کشورهای غربی هم در سال‌های اخیر برخی جریان‌های راستگرا با شعار دفاع از خانواده به دنبال محدودیت‌هایی برای همجنسگرایان بودند. در قوانین ایران هم جنسگرایی با عنوان لواط برای مردان و مساحقه برای زنان
جرم انگاری شده و میتواند حتی مجازات مرگ را به دنبال داشته باشد. در ایران به جز سرکوب قضایی از روش‌های پزشکی و دارویی هم برای مداخله در گرایش جنسی همجنسگران یا هویت افراد تراجنسیتی استفاده می‌شود. علاوه بر اینها دیگر باشان با مزاحمت‌ها و قضاوت‌های منفی اجتماعی فرهنگی نیز مواجه هستند. آمستردام هلند در 23 نمایش رژه همجنسگرایان به خوبی نشون داد که تونسته تفاوت‌ها رو هضم کنه و بپذیره. امیدوارم بتونیم خیلی زود در شهرهای مختلف ایران شاهد حضور همجنسگرایان و رنگی کمونی‌ها باشیم. این در حالی است که به دستور رهبر طالبان فعالیت آرایشگاه‌های زنانه در سراسر افغانستان منع شده است. کارشناسان امور اقتصادی میگویند که 12,000 آرایشگاه به صورت رسمی در افغانستان ثبت است و با مسدود شدن آنها دست کم 60,000 زن بیکار میشوند. یک سال میشه من جره آباد کردیم و در اول من هیچی نداشتم. من بیشتر از کنجالت اینجا مصرف کردیم که خودم هم نداشتم. در قصد پیش رفتم تا خواستم یک تجارت کوچک پیشه راندازی بکنم و ازش درآمد بکنم. بدون من در اینجا هفت شاگرد بوده است، هفت دختر خانم است که کار میکنند و فقط خانهشان را به دست میارن. از اینجا پیش از طالبا ما بسیار روزانه کار میکردیم، درآمد خوب داشتیم، در ما بسیار درآمد ما زیاد میشد و فعلا که 2 میشد که کار ما کم شده، درآمد ما را کم شده. در روز 70,000، 80,000، 90,000 ما کار میکنیم، کار میکردیم که فعلا کل چیزای ما را جمع کردیم. ما رختا دارن اگر جمع نکنیم آتش میزنیم گفتن و بسیار جگرخون هستیم. ایجاد آرایشگاه ها در 2 گذشته یکی از راه‌های رو آوردن زنان به تجارت و کسب و کار مستقل بود و هزاران آرایشگاه با سرمایه‌گذاری زنان ایجاد شد. اکنون با بسته شدن این آرایشگاه‌ها راه درآمد هزاران زن که تنها نان‌آوران خانواده‌هایشان بودند مسدود می‌شود، در حالی که بیش از 90% جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. طالبان بدون توجه به ضرر اقتصادی ممنوع کردن آرایشگاه‌ها معتقدند که آرایشگری زنان خلاف شرع است و باید متوقف شود. با این حال پسری که عاشق دختری افغان در ایران شده بود بالاخره با توافق والدینشان به هم رسیدند. خیلی خوشحال هستیم که تا آخر این سرویس خبری با ما همراه بودید. لطفاً نظرات نیکتان رو در قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارید و همچنین برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال نکسون پلاس رو سابسکرایب کنید. روزتان خوش و خدا نگهدار.